سرخط خبرها، نامه احمدی نژاد به زلنسکی، نیازهای اجرایی مرزبانی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد و بیماری پوتین مشخص شد. مشروع اخبار، نامه احمدی نژاد به زلنسکی، با اوجگیری تغییرات گسترده و عمیق در جهان و نقش بیداری انسانی عموم ملت‌ها در این تحولات، محمود احمدی نژاد در یک نامه تحلیلی پیرامون این تغییرات که خطاب به رئیس جمهور اوکراین نگاشته شده بر اهمیت مقاومت مؤثر و تعیین کننده مردم این کشور در ساخت نظام آینده بین الملل به نفع آزادی، عدالت و صلح تاکید کرد. نیازهای اجرایی مرزبانی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت گزارشی از هوشمندسازی مرزها و مشکلات آن در نشست مشترک اعضای کمیسیون با فرماندهان مرزبانی کشور ارائه شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عباس مقتدایی در توضیح نوشت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت طبق برنامه از پیش تعیین شده با حضور اعضای کمیسیون در مرکز مرزبانی کشور با فرماندهان، مدیران و مسئولان این مجموعه جلسه برگزار شد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود در این جلسه با تاکید بر اینکه مرزبانی در خصوص مراقبت از مرزهای کشور مسئولیت عمده‌ای بر عهده دارد، به کارهای عظیم مرزبانی اشاره و گزارشی از اقدامات مهم صورت گرفته در حوزه مرزبانی به اعضای کمیسیون امنیت ملی ارائه شد. بیماری پوتین مشخص شد. ویدیوها و تصاویر جدیدی که پوتین را ضعیف، بیقرار و با صورت پف کرده نشان می‌دهد، به گمان زنی‌های دامن زده است که می‌گوید ممکن است این مرد 69 ساله به یکی از چند بیماری از جمله زوال عقل، پارکینسون یا سرطان مبتلا باشد. ناظران روسیه در مورد میزان زیاد شایعه‌های بیماری پوتین اختلاف نظر دارند و حتی برخی معتقدند که مخصوصاً با در نظر گرفتن میزان نظارت روسیه بر اخبار رسانه ها در مورد رئیس جمهوری، این شایعه ها می تواند ترفندی عمدی از سوی کرملین باشد. کارشناسان در گیرودار شایعه هایی که پخش آنها به منابع داخلی کرملین نسبت داده شده است، مبنی بر اینکه پوتین احتمالاً به دلیل ابتلا به سرطان تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت، برای مشاهده نشانه های بیشتری از بیماری، حضور پوتین در انظار عمومی را به دقت زیر نظر دارند.